نویسنده این میگه گناهان گاهی اوقات همون فضیلت‌ها، یعنی کارهای خوب، گناهان گاهی اوقات همون فضیلت‌هایی هستند که در آنها زیاده روی شده است. به پیروی زندگی اعتدال فرزندان خدا جای خوبی است، اما زمانی که از اراده اصلی خدا دور میشن اون اعتدال به هم میریزه و میبینیم که حتی ایمانداران متاسفانه از اون هدف اصلی دور میشن وقتی که توی موقعیت درست نمیتونیم بیستیم، هرچند با افکار خوب، هرچند با اندیشه های خوب، هرچند فکر ما این هستش که بتونیم دست یک شخصی رو بگیریم که بسیار زیبا هستش. باز نویسنده اعلام میکنه نمیتوانم فرمول موفقیت رو برای شما بیان کنم، اما فرمول شکست این هست که همه رو از خودت راضی نگه دار، طوری قدم بردار که از خانوادت گرفته شده تا کوچه و محله و محل کارت همه از تو راضی باشن. اون شرایط شکست تو رو ایجاد خواهد کرد. در نامه رومیان 12:17-18 میخونیم که اعلام میکنه هیچ کس را به عوض بدی مرسانید، پیش جمعی مردم تدارک کارهای نیکو ببینید. اگر ممکن هست، اگر میتونم، اگر تو جایگاهی هستم که لطمه‌ای به خبر خوش نجات نمیزنم و باعث هلاکت کسی نمیشم، اگر ممکن است به قدر قوه خود با جمیع خلق به صلح بکوشید.